کمک 1,000,000 پوندی دو برادر ناتنی بن لادن به نهاد خیریه شاهزاده چارلیس خبرساز شد. آخرین جزئیات از درگیری میان طالبان و مرزبانان ایرانی در نیمروز. خبر بعد برای تمام مردم افغانستان. انا لله و انا الیه راجعون. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. عشر صبح می نویسد: شاهزاده چارلیز وارث تاج و تخت انگلستان در سال 2013 کمک 1,000,000 پوندی برادران ناتنی اسامه بن لادن را پذیرفته است. CNN روز یک شنبه 31 جولای به نقل از رسانه سندی تایمز گزارش داده است که شاهزاده چارلیز کمک مالی بکر بن لادن و شفیق بن لادن برای صندوق خیریه شاهزاده ولز را با وجود مخالفت‌های مشاوران کلیدی این نهاد در آن زمان پذیرفته است. مقامات کلارنس هاوس، اقامتگاه سلطنتی در لندن، با این ادعا مخالفت کرده و گفتند که تصمیم برای پذیرش پول توسط دست‌اندرکاران خیریه گرفته شده، نه شاهزاده چارلیز. بکر و شفیق بن لادن هیچ ارتباط شناخته شده با فعالیت های تروریستی نداشتند و در لست تحریم های ضد تروریستی سازمان ملل یا دولت های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا نیست شامل نیستند. این در حالی است که برادر ناتنی این دو تن، اسامه بن لادن، در زمان انجام حملات 11 سپتامبر 2001 در نیویورک رهبر القاعده بود. او 10 سال بعد توسط نیروهای ویژه آمریکایی در عملیات در پاکستان کشته شد. رسانه‌های ایرانی از وقایع درگیری میان افراد طالبان و مرزبانان ایرانی در ولایت نیمروز خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایران به نقل از میثم برازنده، فرماندار شهرستان ایرمند، گزارش دادند که پیش از چاشت یک شنبه 9 اسد، مرزبانان ایرانی و طالبان در شهرستان هیرمند با هم درگیر شدند. با این حال برخی منابع میگویند که در این درگیری یک سرباز طالب کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. تاکنون منابع رسمی این مسئله را تایید نکردند. در این حال ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که طالبان در حال فرستادن نیروهای کمکی به محل درگیری هستند. تا هنوز مشخص نیست که این درگیری به چه دلیل رخ داده و کدام طرف گلوله‌باری را آغاز کرده است. این نخستین بار نیست که افراد طالبان با مرزبانان ایرانی درگیر می شوند. پیش از این نیز طالبان آغازگر درگیری با سربازان ایرانی شده بودند. انا لله و انا الیه راجعون. منابع مردمی می گویند که یک دکتر جوان در شهر کابل از سوی تفنگداران ناشناس به قتل رسیده است. به گفته منابع، این رویداد روز یک شنبه 9 اسد در مربوطات کارت 3 شهر کابل رخ داده است. فرد کشته شده طالب حسین شیرزاد نام داشت و عامل نرسنگ شفاخانه استقلال شهر کابل بود. منابع میگویند که افراد ناشناس این دکتر جوان را در داخل موتور شخصیش به ضرب گلوله به قتل رساندند. با این حال برخی منابع و نزدیکان دکتر شیرزاد میگویند که طالبان این دکتر را کشتند، اما تا هنوز این مسئله به گونه رسمی تایید نشده است. گفته می شود که دکتر حسین شیرزاد پیش از سقوط حکومت پیشین به خارج از افغانستان رفته بود و به تازگی به دلیل مرگ مادرش دوباره به کشور برگشته بود. و در پایان، تلویزیون یک افغانستان گزارش داده است. محمد عارف سرخابی، خبرنگار افغانستان در ایران، جان باخت. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که عارف سرخابی، خبرنگار محلی در فاریاب که به دلیل بیماری به ایران رفته بود، بر اثر سقوط از یک ساختمان جان باخته است. سرخابی به عنوان مجری رادیوهای میمنه و ممتاز در ولایت فاریاب کار کرده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.